سنفی دکتر سبدالله نبودین و گوینده بودین. بله و انتقادم روی شما داشتم. او را اگر اموتوری اگر روسی باشه یک 50 نفر 50 داماد و 50 عروس داشته باشیم. بله این مصارف کل شما به گردن خود میگیرم. دوباره سازت گفت بچه این بلاده پش آرست همه که امریکا آرست نبیفته که زرر نکنه پیسه زیاد رفته سرش. آره چی بشینی خودی را گردن ازیان دا خودیم ولی گفت که ما توانت فعلا دواتم نیست. بنام و یاد خداوند. بیننده های عزیز سلام. مانده نباشین و خسته نباشین. به تماشای گزارش امشب همچنان مانند شب های گذشته شما را خوش آمدید میگم. آرزو دارم بازم پای تلویزیون های خود نشسته و بیننده گزارش کاملا کاغذ پیچ شما باشین. شما کلیپ را که چند لحظه پیشتر دیدین به دست نشر سپردیم، یعنی شروع کار خود را از اونجا کردیم، نزدیک خانه درویشان یا خانه پنج بود که یک گروپ از یک بخش یا تعداد از گروپ رینبو اونجا هم گیتار می نواختن، هم دف می زدن و هم می خواندن. ای که چی می خواندن من نمی فهمم، فرانسوی بود، اسپانیایی بود، کجایی بود، به کدام زبان می خواندن من زیاد نمی فهم. اما امشب شب آخر عرس مولاناست، یعنی شب عروس که میگن اینمی شب عروس از در کل. فردا که 17 دسامبر میشه میگن که مولانای بلخی رومی آسمانی میشه و به ابدیت میپیونده. و نظر به ای که من از چند استاد پرسیدم گفتن که مولانا در زمانی که زنده بود وصیت کرده بود که وقت ما فوت کردم شما شادی کنین، شما یعنی غمگین نباشین، شما در سوگ ننشینین، شما شاد باشین، آرام شاد باشین و شادی بکنین در کل. به امو دلیل است میگه که امروز مولانا دوستان در کل کسانی که به انسانیت باورمند هستن و به انسان دوست هستن نسبت به همه گپای دیگه، نسبت به تمام باورهای دیگه که در دنیا هست، این کسانی که به انسانیت ترجیح میتن و انسان دوست هستن، اونا جشن میگیرن شب عروس را یا شب ابدیت شدن مولانای بلخی رومی را. به امو دلیل امشب ما میگیم که شب عروس است. مگر نسبت به چند شب گذشته امشب شما میبینین که در میدان مولانا یعنی 5% نفوس که شبهای قبل میامدن 5%شان هم حضور ندارند، فقط مردم میاین و میرن، میاین میرن. من نمیفهم دلیل چی است. یکی خو پلیس زیاد اینجا آمادگی گرفته، یک موتور پلیس اونجا است، یک موتورشان اونجا است، یکی در او قسمت است، یکی هم در او قسمت است و یکی هم در بخش دیگه است. دیگه شاید امکان داره که پلیس اجازه داده باشه برشان، گفته باشه که در اینجا نباشین، و یا شاید هم کدام گپ دیگه باشه که من از اصل موضوع چیز نمیفهمم. خب شب عروس است و یا آخرین شب عرس مولانا است، مگر چیز گپ اینجا نیست. خانه پنج محفل است، چند هتل که مردم ایران زیادتر آمدن اونجا محفل گرفتن. یک چیز نکته مهمی را که امروز من یادداشت کرده بودم گفتم براتون بگویم، خوب شده آل دزین محمد. مردم خود ترکیه یا ترکا یا شهروندان خود قونیه، کسانی که از خود قونیه هستن و یا ترک هستن، اونا در این محفل ها سم دارن، زیاد سم ندارن. این محافل را که من در چند شب گزارش تهیه کردم بیشتر این نفوس شد تقریبا 90% را ایرانی ها تشکیل میتن. هنرمندان ایرانی هستن،
کسانی که سما میکنن یا میچرخن اینا هم ایرانی هستن، کسانی که میخوانن اینا هم ایرانی هستن، و کسانی که بیشتر میگن که ما صوفی هستیم و عاشقان مولانا هستیم اینا هم ایرانی هستن. فقط ترکا در مرکز کلتوری مولانا بعض شبها اونا یک گروه دارن، اونا به شکل رسمی کار میکنن در اونجا که اونا میچرخن، سما میکنن و یک تیم موسیقی همچنان دارن و یک خانقاه دارن در اینجا به نام خانه 25. دیگه جایا که ما در چند شب گزارش ساختیم، یعنی فکر بکنید 5% هم ترکا شامل نیستن. پس با هم در این بخش میریم، ای که کجا میریم باز بدن برتان میگم. تشکر از این که تا این لحظه با ما هستیم. از مزار مولانا یا میدان مولانا آمدیم، به ما خبر رسید گفتن که امشب محفل خوشی یکی از جوانان افغان در شهر قونی است و ما رو هم دعوت کردن. ما گفتم چقدر خوب است که این خوشی را ما و شما با هم یک جا تقسیم بکنیم. بیاین که بریم این آدم را میبینیم شما که پلنگی پوش است. بازگرد میزنیم انشاءالله. نامت فقط بگو. سیف الله جان. سیف الله، چقدر وقت میشه قونی هستی؟ فعلا تقریبا 8 سال میشه. 8 سال میشه. محفل از کی است؟ اما محفل از یک دوست ها واسه. بری که بریم باز دیگه گپ را اونجا میزنیم. بیاین شما. بگو جمعی کامرا را خودت خوب بلد هستی. این کامرامین فوق العاده ما شده. کامرا رو یادم بگیره خوب است. السلام علیکم. الله الله. شما خوب هستید؟ شما خوب هستید؟ قراری است. شما خوب هستید؟ نام خدا. شما خوب هستید؟ سر شما خوب است؟ سلام، شما خوب هستید؟ نام خدا چقدر نفر است؟ چه خیلی جمع شده. چی هست؟ خوب آشپزخانه. شما میگید بیبی؟ آه بفرمایید. استاد سلام برسه. سلام برسه به کلگی. کس روی گیر کنه ایسه ایجا که روی خدا پت کنه؟ زن نیست دکتا. نه خو مردم اون روی گیر شده. چی کده بخیر مانده یا خلاص کده؟ اشتیا داری بفرمان. اشتیا؟ شما اشتیا داری ما نداریم؟ خلاص بر چی آمدیم؟ خو بر خوردن آمدیم. تشکر. خیلی شما نان تا نبخوری باز ما شما قسم میکنیم. صحیح یک دفعه مکی جر نبینم چی گفت. بیا بیا داره ای دارم هر جای خودت هست. سلام به کلگی. آبا شک سلام برسن نو. دیگام هم ایجاز دیگام هم ایجاز دیجا غوری پیدا نمیشه زو غوری هایی که دو نفر بشه. غوری خیلی نمیشه استاد. نمیشه نمیشه. خواه بیاین شما اینجا. سلام سلام بیدر. شما خوب هستین؟ قراری هست؟ خوش آمدید. چی حال دارین؟ همین جنیم هست؟ خواه باز ببینید یه اتاق خامی جاست. خواه اونجا هم پر هست، اینجا هم پر هست، هر کدام شد. سلام برسه با شما هم. خوب هستین انشاءالله؟ تشکر. بیشنین باز بحثان ما و شما میبینیم. السلام علیکم. سلام خوب. 5 سال شما منتظر کردیم. 5 سال. تشکر. شما خوب هستین انشاءالله؟ با ما این پیشتر خبر دادن گفتم بیاین که بریم با هم. سلام برسه. انشاءالله کلگی خوب هست؟ باشین که ما زنها باری یک دسکوله کام داریم. شاد در رابطه با شما تشویش دارم، اما فضل خدا همه چیز به خیر گذاشت.
چون برخورد شما روی شما در مقابل همگی نیک است و همه مردم یک احترام خاص به شما دارند. من به مو باور است و معقل نکند کاری که بار آرد پشیمانی. ما تلاش خود میکنیم در مو کارهایی که یک گندازه چی میگن خانه زنبور از دست نمیزنیم. برابر چی میگه؟ برابر پای خود گلم خود دراز میکنیم یا برابر گلم خود پای خود دراز میکنیم؟ یک خوبی خاصی که شما دارین ما در معذره میگه فهمیدارم که شما به سیاست کار ندارین، شما با مردمتان در اجتماع با مردم با طبقه ضعیف بالا متوسط با همه مردم سر کار دارین. مردم تماما مردم از شما راضی است. در سیاست خود 40 سال است که حل نشد، اما از شما جلوترین کلمه سیاسی رو ما نشدیم و ما خوش آمستیم و امیدوار هستم که 1000 سال خدا من شما رو عمر خدر بده که اینمی پروسه دوام کرده باید. بسیار تشکر. من همیجا باید یک گپر اضافه بکنم، یک تعداد جوان ها همیجا هم هستن و شاید از طریق تلویزیون هم ببینن. 40 سال است ما و شما درگیر سیاست ها هستیم. ما بسیار سیاستمدارای خوب داشتیم، زبردست داشتیم، اونا تا هنوز نتونستن به افغانستان یک کار بکنن. همی 4 تا نوچندو که بیاین در صفحات مختلف از سیاست بگوین، از این طرف موزیری گیری کو، از این طرف موزیری گیری کو، اینا میتونن کار بکنن. ما میگیم معمول لوکل و کیمو که نتونست، ما چی میتونیم؟ پس بانین سیاست بر سیاستمدار، جنگ بر اهل جنگ و هر کس کار خود بکنه. شما با فکر آبادی وطن تان باشین، شما با فکر زندگی خودتان، فامیلتان، برادرتان، خواهرتان، مادرتان، همین زندگی خود که انسان میسازه، اینمی خودش رو منجان اگه عبادت است. اگر ما چی کردن؟ فرمودی شما کسایی که سیاست کردن چی شدن؟ کجا شدن؟ چی کردن؟ هیچ. بالاخره شرمندگی دنیا و آخرت نصیب شدن. بر صورت باز در طرف سیاست نریم. بهترش همی است که همی جوانای ما که فعلا به اصطلاح دانش بالا دارن، تحصیلات عالی دارن، همینا خود کم شعور بتن، خود زوف فکر نکنن که یک دفعه افتیدی دیگه پس نمیتانم خیسته. مردم از صفر شروع میکنه. وقتی که افتیدی دکتر هستی، مسئله فاکولته هستی، هرچی که هستی چک خود استوار کو، بتر کار کو، ایسون اوسون خود بزن، پس زندگی ساخته میشه و پس جور میشه. اگر ما سر خود زیر لیاب بونیم و بگوییم که ولاد اگر تقدیر نصیب نمتر است، تقدیر نصیب تو میسازی برادر. از این خرافات تیر شون، فقط کار کنن که این بطن آباد شون، خلاص. تشکر، تشکر. انشالله قصه زیاد خواد کردیم. احمد، ما در خدمت هستیم. یک شوخی بکنم اجازه؟ بفرمایید. کالایتان در بین همه پلوخوری معلوم میشه نسبتاً و خیلیم شما یک ذره پیش قدم هستیم. من یه طور است که پدر وکیل هستم از طرف داماد. اینه خوب گفتم دیگه نه؟ پدر وکیل هستم و دوم دیگه من یک ذره از اون دوره جوانی یه ذره شیک پوش هستم. همسوفی دکتر صاحب خونه بودین؟ جان؟ همسوفی دکتر صاحب عبدالله خونه بودین؟ میگن مرا مریش من ترکایی مانده بودن، میگفت همون دختر که در امریکاست ویداجان، میگفت که پدر اینن شیره دکتر عبدالله رو داری برو بچه پشت از اون نگرد و پیسی هوایی از با پیسی زامد. یک لقمه نان بخوریم که سرد نشه.
آمین یا رب العالمین. خداوند سرخان هر کسی که بوده همیشه با برکت داشته باشه، همه قسم پر باشه که مردم ما عذر شوند. خداوند هیچ افغان بی دسترخوان نسازه. من چند جایی که امروی بعض دوستا صحبت کردم، گفت تمام فرهنگا خو از بین رفت. این فرهنگ میمان نوازی که قدامت زیاد در افغانستان داره، اینمی که مانده بیا اینمی رو حداقل نگاه کرده بتانیم، حداقل نان و پیاز باشه، پیشانی باز باشه. با مردمی که در کنیا زندگی میکنن، در مجموع کلشان نمطر هستن، میمان نواز هستن و یکانه چیزی که ما برشان توصیه کردیم در بعض مجالس، در بعض محافل، در بعض جنازه و مردم اجتماع داشتن، همیشه یاد کردیم که برادر در بینتان تاجک و پشتون و هزاره و بیایماق و تاجک و پرپاسیون و چیزا در بینتان نباشد. شما افغان هستین، فنام افغان یاد میشین. کسی اگر از شما پرسان میکنه، نمیگه که هزاره، نمیگه ازبک، نمیگه پشتون، همه میگن افغان هستن. شما افغانیتتان نگاه کنین، اتفاق اتحادتان نگاه کنین و در این زمان کسایی که یک جوری ناجوری مریضی میشه، شما باید به اونا برسین. از طرف دیگه یک جنازه میشه، یکی به دیگه دیگه به دیگه دیگه به دیگه دیگه به دیگه اینه میری قیمکی داد، مردم زیاد جمع میشن. امو مراسم و بسیار خوبی و دودستی به جای حل میشه. دیگه پیشنهاد ما در مجموع به تمام افغانهایی که اینمی هست که در بین قنی هستن. جان گفتم تشکر، با شما گپ میزنیم امی داماد دلش همو تموتو میشه، فکر میکنم در فرار هست. والا نه، یک ذره گپ بزنیم امروش، ما اجازه نمیدیم برش که جای بره. موجه که هست هست، بفرمایید. ای پدر وکیل آدم نرم باشه که طرفداری بکنه دیگه، این رقم ظالم نباشه. کجا میمانیم؟ اینجا به یک چند دقیقه میشینم، باز پس خدمت شما میایم. باش که پالوی شما بشینیم که اگه یک دفعه یک دست کش کنه سر ما، اگه نه یک قشاها سر ما دست کش کرد، هیچ یک مدعو نشد. اول خوب بسیار تبریک باشه، زنده و سلامت باشیم. گپ از امو فیسبوک، یا خداوند پای هم پیرتان بکنه. زنده و سلامت باشیم. تشکر از لطفتان. از احساست خوما هیچ پرسان نمی کنم، به خاطر که هیچ گفته نمیشون، فقط می تپم، تپشای قلب است. صد در صد. نان خوردین نخوردین؟ آه نانم خوردیم. اما اصل نان اونجا میخورین زیادتر؟ شاید منتظرم اونجا هستن. به خاطر که در افغانستان هم خمیر رقم یک رسم است نی، که باز شام میره بین خانما اونجا نان میخورن. 100 درصد میخورن. آدی گزمیا شروع میشه نان خوردن یک جا. رسم و رواج افغانستان خمیر رقم است. چقدر وقت نامزاد ماندین؟ ما تازه نامزاد شدیم. خود تازه نامزاد شدی؟ البته امشب شب نخوری و نامزادی ماست. خب بسیار خوب، بسیار خوب. عروسی چه وقت است تصمیمش بخوای؟ خداوند دیگه هر وقت که سبب و وسیله ما را کنه. باز مصروفیت چی است؟ اینجا دیگه کار که کلان کاریگر است کلگی. دیگه باز ما مصروف کار هستیم که بالی هم میگن دیگه مصروف هم کار هستیم. خب همین کارهای سخت. خب دیگه ولی من همیجا با یک تعداد افغانایی که قول میتم، همین دستایشان مثل لیف وار شده، باور کنین. درشت. ما دیدم دیگه که چقدر کاری سخت است. از شما هم زمین کار است سخت. خداوند آسان کنه. خداوند وطن آرام بسازه که اونمو جا بریم زحمت بکشیم. باور بکنین کار افغانستان همو کارهای سخته که مردم زیاد مینالن. خونمو صبح وقت میرن مارکت یک ذره ترکاری یا میوه میارن، سر کراچی میندازن تا شامه. اینمی سختیش است. باز هر کس هم تلاش داره که ما بریم ترکیه. من هم دفعه باور بکنین که رفتم افغانستان، هر کس مرا میگه ما چطور ترکیه خود برسانیم؟ چه قسم بریم؟ او بیادر صدای دول از دور خوش است. شما بیاین در اینجا کار از اینجا رو ببینین، 5 روز اونجا کار بکنین، 1 روز اینجا کار بکنین، اینقدر کار سخت است. خب خیر باشم. اما والله اینمی که کلش می بود، عروسی مارسی کلش می بود، یک طرفش میکرد اینا. والا دیگه خواست و خسر ما نیست دیگه، خسر ما باید اذیتم کنه. کاکا سلام به شما، هیچ خبر نداشتیم. با خدا چقدر آدم تفکش هستیم. با خدا گل آدم هستیم. با خدا گل آدم هستیم. از چهره تان معلوم میشه. خوبی از خود شما هست، قربانت سلامت باشه. چند سال هستین جستین شما؟ من 3 سال میشم. 3 سال میشه. شما از امیرای کوه دشت آمدین؟ جان از امیرای کوه دشت آمدین؟ نه، ما پاسپورتی آمده بودم.
شما آسان آمدین خیلی آسان آمدین ولی ماندگار شده به نیجا دیگه پلان نفسین دیگه باید نصیب قسمت ما افغانستان کجا زندگی میکردین؟ افغانستان کجا بودین؟ کابل بودم خیرخانه سیاول میچستم هم خانه چیز نست بچه چاردی نباشین جو؟ بچه چاردی نباشین از چاردی خانه دارم دقل غیبی چاردی خانه دارم ولی خراب شده میرا کتای گلویدی نکمتیار بیا این نام کس را نگیرین دیگه خب خیر باشم من یک چیز گفتم بیخی یک رقم امی مداخله کردن هم نیسته خب همون تو دور انداخته گفتم که حالا کار نشین گفتم این امی یک طرف هم میشد دیگه نه امی یک طرف هم میشد نه دیگه الان خب این هم توانش نداشت و ایچی هم وزی چیزا کم بودای ایچی ها رسی دیگه دفتا ایسی و ایچی شو ایسی نمیشه دیگه بله یک چند وقت زمان داره که تا مراحل خدا تی کنه یا هم زحمت بکشه باید اینقدر من یک کس را پرسان کردم نیست که دفتا هم شینیخوری و هم آرسی ما خود آرسی و شینیخوری را گردن دیان داخلیم ولی گفت که ما توانش فعلا دواسم نیست ما از تالار نمان گذشت کردیم گفتیم هر جوری که توانت هست از انسانیت خود کار گرفتیم گفتیم اولاد ماستی و بیچید نیستیم هر چیزی که فقط چهار تا مهمان ما عزتشان شود خداوند خیرتون بده یک ذره گرنگ خو نماندین سنگ سرشان نه پرسان آره پیش روی شما که از اترام میگه و باز پسان پرسانش میکنه خب ما شما قسم میکنیم قسم میکنیم ما شما و شما چند سال میشه آمدین؟ ما حدوداً یک و نیم سال میشه اسم شما چیست؟ عبدالصبور صبور جان یک و نیم سال میشه آمدین شما از امیرای کودشت آمدین به سختی آمدین 100% قاچاق بگم افغانستان چی کار میکنید؟ افغانستان هم سیمتوی میکردم همین کار ساختمانی خوب. بعدش جولیگری هم میکردیم خوب است که در این کارهای سقیل بلد است 100% پخش مستقیم خو نداری؟ نه پخش مستقیم نیست با سبا و خیر نشر میکنیم از شما خانواده هم هست صبور جان اینجا؟ نه اینجا تک هستم حالا شکر کاکای میشه نمگی هستم آه شکر هزار بار در او پالی خو نکدی خیلی که تا آن کنی شوخی کدم خب بسیار خوب شما برین باز بخیر گفتیتان دیگه سلامت بخیر برین بخیر برین بازم تبریکتان باشم سلامت باشین خدا کمتان نکنه سلامت باشین شما برین ببخشین من امرای کاکا هستم بدم شد که تو را دیدم شما رایز که پونه تا که مهمانم باشید او را خب گپ میزنیم او شما بخیر او را گپ میزنیم و 3 سال میشه که شما آمدین ما 3 سال میشه آمدیم صبور جان داماد اولتان است؟ داماد اول ماست پیش از این یک پسر ما آرسی کردم بخیر یعنی صاحب یک سنو و یک داماد یک سنو و یک داماد پیش کاروبار هم میکنین یا شما؟ من کاروبار ندارم یک صبور جان نمی 3 سال شدم زبان از دیجا را بیخی سخت از برم نمیتونم زبانشان یاد نگرفتین؟ یاد نگرفتم اگر این من کابل در زمینی دیوغانون مغازه داشتم در دکانه زیرزمینی؟ دکانه زیرزمینی اصابق؟ اصابق دکان داشته بود؟ اصابق چی دکانهایی بود یک زمانم بود؟ چی مغازهایی بود؟ چی مغازهای خوبی بود؟ چی خاطرات خوبی بود؟ ولی الان گده بچه در همه همه چیز برای هم همه چیز به هم خود خب خدا خیر پیش قربان شما تشکر از شما و اینجا تعداد قدر نام خدا زیاد است اگر من امروی هر کدامشان گپ بزنم 2 دقیقه هم گپ بزنیم بسیار زیاد میشه نه؟ دقیقا یک دفعه بگیریم که مرخص شویم بریم کل اگیره مرخص ما باشه یک دفعه اینجا زانو بزنم کاکا شما نامتان چی هست؟ نام شیر آقا کاکا شیر آقا از کجا آمدیم؟ از ولایت کاپیسا از کاپیسا کدام ولسوالیش؟ نواباد میگن یک منطقه ده نواباد؟ مربوط کدام ولسوالی میشه؟ ولسوالی خود ولایت هست دیگه خب مربوط خود ولایت هست خود ولایت هست بله یاره چقدر وقت میشه آمدین؟ ما دیگه زیاد در ایران زندگی کردیم یک 3 سال شد اینجا آمد سال جوانی را در ایران و ترکیه نه در ولایش در افغانستان بودیم در خب در مقامتش در وقت روس خب دیگه اونجا در جهاد هم بودیم؟ در جهاد ها ترکش خوردیم کل تکه تکه شدیم آره خب صحیح دیگه ما روسا خیلی جنگیدیم روسا که برامد ترک کردی؟ ترک کردیم سلایت ماندیم آه ما نفره یک متیار بودیم خب دعز بودیم دعز بودیم آره
نوشه جانتان، نوشه جانتان. من این بارا چیز گفتنی ندارم. من نمیخوایم که تنظیمش. هر کس دلش تنظیمش. ما که اون تنظیم ما راضی هستیم، حکمتیار راضی نیستیم. از اون تنظیم ما راضی هستیم، حکمتیار کار نداره. خب باشه باشه. باشه که کس سرمام کار نشه، تر شمام کار نشه. کاکا شما از کجا آمدین؟ از کجا میگم آمدین؟ چه وقت میشه آمدین؟ ما 5 سال میشه آمدیم. با فامیل آمدین؟ با فامیل آمدیم. خب چطور زندگی؟ خوب الحمدلله، هرچی که خدا روزی روانه کدام اوید. در افغانستان کجا میشتین؟ ولایت سمنگان. سمنگان؟ کجای سمنگان؟ اونو سالی دره صوف. خود دره صوف، همون جا که سنگ زغال زیاده است. آفره، همون جایی که زغال دارم آمده. خدا اون سنگ های زغالتان رو بفروشن، شما یک پیسه دار شوید که نیاز بیجنه. انشالله، با امید خدا. با امید خدا. چی بگویم دیگه؟ شما نامتان؟ نورالله حنیف بغلانی. نورالله حنیف بغلانی. بله. شما از بغلان آمدین؟ از بغلان. چه خواهد میشه؟ از بغلان نیامدیم، خب ما مدت طولانی در ایران بودیم، ولی اواخری که به طرف ترکیه آمدیم از بغلان آمدیم. چند سال میشه از افغانستان دور هستیم؟ از افغانستان کلن متولد خارج هستیم، ولی افغانستان رفت آمد داشتیم. دایی بلخ خوشحالی. و از جمله این که در رادیو بغلان کار میکردم، یعنی تقریبا هم مسلک هستیم. و شما گوینده بودین؟ بله، و انتقادم روی شما داشتم، او را اگه امکان شد مخفی میگوین. نه دیگه اصلاح در جمع میگه چیز است. ما راضی هستیم، ما راضی هستیم که شما امو انتقادتان بکنین دیگه. اینال او را به صورت خوشی نه بیادر بخیر دیگه، یک قسم نمیشه دیگه، باز خشخوری باره میشه. نه کاکا حالا که گفت گفتی بگو دیگه، هر چی که داری بگو دیگه. نه خطا نمیدادی وقتی اصلاح که در جمع شد او دیگه فساد است، اصلاح نیست. و من انتقاد داشتم، انشاءالله که در بعضی لایو هم هستم گپ میزنم امرایتان. امرای من گپ میزنین؟ در بعضی لایو ها دلت مستقیم نمیدم در تیک تاک از طریق پیام اینا با هم ارتباط داریم، گپ میزنیم. خیمت آنو دیچ کار ندارم، اما عاشقی یک طرفه شد بیخی. خب اینطوری که هست که با شما جمع زیادی چون در ارتباط هستن. خب معلوم است که همه کسی نمیتونین بشناسین و در نظر بگیرین، یک بحث جدا است. انتقاد روی چشم ما خود دوست داریم، کمیال هم بگوین. درست. نه ما در جمع نمیگوییم. ما با اون فکر هستیم، میگه دوست نباش از پاچه ها نترس. درست. از ما که بیرق ما باراست. در جمع گفته نمیشه. و صرفا در مورد مراسم از کاکا تشکر میکنیم. بله. واقعا یعنی کارشون بسیار عالی بود. از جمله کارهای مفید و بسیار خوبی کرد که بقیه هموطنان هم اگر بکنن خیلی خوب میشه. مهر درست ماند، یعنی در حد درست مهری که برای دختر و داماد هست که داماد باید بده، دختر بگیرد بعد از عروسی، ولی مصاریف عروسی در حد بسیار پایین. از جمله این که مثلا امشب هم شبی شیرینی خوری بود و مصطلح وطنی هم شبی نامزادی، یعنی دو مراسمی که در افغانستان معمولا جدا جدا انجام میدن، دو تاش یک جا انجام داد. یعنی عقد صورت گرفت، عقد صورت گرفت، ایجاب قبول شد، یعنی نکاح به صورت کامل بسته شد. صرفا مونده که وسایل عروسی را درست کنن و عروسی کنن و ببرن، و این کاری است که بسیار خوب شد و با کوشش جناب انجینر صاحب محمد ظاهر و خود کاکا. خدا مهربان است که انجینر صاحب یک وقت هستن وکیل ما را شب همینجا. شما خود معرفی بکنید. میرویس نیازی سم از کابل. بلند شوم که دیگه دوستا بیان اینجا بشن بفرمایید بزنن. نه دیگه دوستا را منم میمونم هم دیگه باختر که زیاد میشن. شما اگر رفتنی هستین میتونین برین، اگر میمونین بانین. ما جای برای دوستان خیلی خوب گفتم. دقصه دوستا نشو. من زنده، جهان زنده. بفرمایید. میرویس نیازی هستم از کابل. آقای نیازی چه وقت میشه زندگی میکنین کنیا؟ تقریبا مدت 5 سال است. 5 سال است. کاروبار چی؟ ثقیل؟ خدمت عرض کنم وقتی که در افغانستان بودیم، خوب موشه نمیخوایم که بگویم که چی وظیفه بود، چرا که ما از اون وظیفه فراری شدیم تا به میادر هستیم. غیر از اون که اینجا آمدیم کارهای ثقیل است، به حد کار ثقیل است که خود من فعلا سر دوچار مشکلات کمر دکس هستم که 4 موره کمرم از بین رفتگی هست دمی کارهای ثقیل از اینا. البته دیگه بیمه میگیم و شما که بیمه مورم بسته کردن، حتی امکانات عملیات هم نیست. ما کوشش، یعنی چند بار کوشش کردم که راپور دکتر هم بردم، قبول نکردن. تا که یک راپور انگل راپور میگن کنا را باید هم برش مهیا بسازیم. کورم در سر کار از دیگه، بالاخره از جیب شخصی مصرف کردیم. دولت که یک انسان تن و صورت 9 سر عیال اورم داد دو خانواده دیگه. اینی مشکلات هایی هستن که فهمید اکثریت اینا درک ندارن و درک نمیکنن. واقعا هرچی که برای شما بگه، البته گناه از اینا هم نیست، چرا ما مردم استفاده جوی هستیم.
کارهایی کردیم که فامید قابل قبول نبوده برای اینا. در بیمه رفتیم لبار دبل ساختیم. من خبر دارم. یقینا من پیشتر برای انجینر صاحب میره عرض کردم. بینیرش کج بود لایس کردیم. چملکی روی اینا ناگزیر هستن. اینا دبین از اینا ما هم سوختیم. کسایی که مشکل داره رقم ما وره صدها نفر دیگه مشکل داره مگم ناگزیر هستن که دست پنجه نرم کنن با این درد. من اینه 4 ماه که در جای هستم، میرم بخاطر دوست ما دعوت کردن، از روشان نتانستم که گفتم تا به اینجا خدا کشاندم، گفتم باش که اشتراک کنیم محفل خوشی از این هسته. بخدا همین گپایتون رو تیگ رقم تازه تازه است، مگرم خودتون در جمع ریش سفیده ها میرین. یقینا. اینه متوجه شدین یا نه؟ یقینا. یقینا. بخاطر چی؟ بخاطر که شرایط هم میرقم ما ریش سفیده ساخت. قلبن زنده هستیم، جوان هستیم، خیره که ریش دشمن صفیه شده. از یک طرف نظامی های خود و جاسوس های خود روان کردن، از دیگر طرف شامپو های بدل روان کردن. به خدا خب گپا زیاد است، من پالوی انجینر صاحب بشینم جنبندی بکنم، فکر میکنم چون تعداد جا بسیار زیاد است. اسم من محمد یاسین یوسفیس از شاردی کابل هستیم، از سری علاودین. او بچه علاودین هستی. بچه علاودین هستی میگم. روز علاودین بدم آمد، مجبور هستم بگوی میره. 3 سال میشه. کنموجا یک رفیقه که ما را پاروان عبیده شهید ساخت. بله او هم بچه چون در علاودین ببخشین یک ذره زیاد جنگ میشه. به او خاطر علاودین یکی از بخشای خاص چاردی است که مردم علاودین نام خاص دارن و خصوصا خانقای خلیفه صاحب علاودین اینا که همگی مردم احترام دارن. اما ما همیشه اوج فوتبال میکردیم، اما از روزی که پهلوان عبید شهید ساختن نامردانه زدنش دیگه علاودین نرفتیم. بله علاودین والا اون پهلوانا اینا میگه پاس دلگویی زگه بود هر کدام که به حساب مسابقه خود تون پهلوان هست یا نه؟ ما والا نه پهلوان نگریم، ما وشو کار کردیم. خب مقصد علاودینی هر کس را که ما دیدیم حتما پهلوان بوده، گوش میده بوده. پهلوانی نکردیم به خاطر که هم بچهای علاقش توی گپا به خاطر ما دیگه خدار پولون نگه. همین که گفتی که از علاودین از اول طرف گوشای چه کردن؟ نه پولون نیست. خب چند سال است اومدین؟ من مدت 5 سال میشه که اومدم. 5 سال میشه. کاربار تو نمی ثقیل است. کاربار ما نه والا خوبه، نسبت به دیگه خوبه. راضی هستین؟ بله. اولادام هست یا نه؟ اولادام هست. برو شکر خیدل جمع است. مثل ما آره که سرت معلوم نه کجاست، آخرت معلوم نیست کجاست، باز تک میری. هم مستفاد خوبه. معلومش تازه هم هست نسبت به دیگران. تشکر. تشکر. فقط شما نامتون رو بگین برام. من نام من عبدالسمیز. آقای سمیز بچگکتان است؟ بچگکم است. بسیار خوب. همه قبستان است. خب اینجا ما میشینیم یک دقیقه. کامرمین ما نورلا جان است، ازشون تشکری میکنیم. اما ببخشین دیگه که اشتباه کرده، خودش کامرمینی ریاض گرفت. همی یک 3 دقیقه دیگه دوستا اگر اجازه بتین 3 دقیقه دیگه همی گپای خود رو جمع میکنیم، باز میریم به طرف کلگی میگه منتظر ازی از که عکس بگیریم. چقدر یک گپ خوب میشه که ما دمی قونیه خوستن، از قونیه شروع کنیم، باز بریم به طرف اسکیشیر و کرشیر و قیصری و مچم کجا و کجا و کجا که بعض ازدواج های گروهی رو اندازی بکنیم. در قدم اول اما اینجا تشریف آوری شما رو با اینجا به قشر قونیه خوش آمدید میگیم. تشکر. و افتخار بزرگ است و تمام افغان ها خوشن جوان ها شما رو بسیار زیاد دوست داره، همه افغانستان شما رو دوست داره، چی در خارج از کشور چی در داخل از کشور. یگانه پیشنهادی که من امشب دارم برای می جوان ها، من از این جوان ها خواهش میکنم که در قدم اول بعد از کار خود به کورس انگلیسی، کورس عربی داخل شوند و از اون یک چیزی بیاموزند، از طرف دیگه کوشش کنند که در خارج از ترکیه، در داخل ترکیه امکانات عزیز مساعد بسازین که ازدواج کنین و یک کسی را شما در مجموع که ما اینجا به نام شورای چیز داریم، مردمی قنیه داریم، در امیر شورا اشتراک کنین که کم از کم یک 10-15-20 نفر یک جای شوند، یک محفل عروسی دست جمیر برا پرتیم که در او زمان اما اینجا هم زحمت خواه دادیم که بیاین دمو محفل ما اشتراک بکنن. ببخشین اینم اینجا یک فاصله ایجاد میکنیم و گپ میزنم. اگر اما طوری اگر عروسی باشه
50 نفر 50 داماد و 50 عروس داشته باشیم. بله. این مصارف کل شما به گردن خود میگیرم. شما زنده باشین. امیلات فر شما همیشه در مقابل همه کس کردین، کمک‌ها به همه کس کردین، به غریب بیچاره خوب دارا و نادار کمکتان کردین. ممنون احسانتان هستیم و از طرف به نمایندگی دی جوانا ما از شما تشکری میکنم. اما حرف مشکلی که در اینجاست در بین این جوانا اتفاق اتحاد که نباشه، اینا با هم نشینن و امیت نفرای دلخواه خوده اینا پیدا نکنن که در کجا ما بتانیم یک کس را دلش به دست بگیریم، یک فامیل دلش به دست بگیریم، یک کار خوب داشته باشیم. که نه من اینجا کار میکنم، اینجا کورس میخوانم، اینی خانه است، اینی سروازم است. نه ای که مویای خود به این شکل بزنه سرشم کرده گنده نواره، ای خود باز به درد نمیخوره. ای جوانای که شده استن این لازم نیست. ما افغان هستیم، ما باید فرهنگ خود، کلتور خود باید فراموش نکنیم. در بسیاری خانه ها مدیدیم سرخان وار میشفت و لگر میاید دسته خود میشوین. وقتی که سرخان خلاص میشه دعا میکنن، دعای سرخان میکنن که کل ما شما داریم سنا و صفت بر خدا بنده که ما رو خورانید نوشانید و گردانید در جمله مسلمان ها. عربیش الحمدلله الذی اتمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین. اینمی انحنات و کلتور و فرهنگ کلش است. اما جوانای بکیداد یک تعدادی از جوانای ما در مجموع، ما نمیگم که جوانا چی شوند از ما آزرده شوند، یک تعدادی بسیار کم، لباس پوشیدنشان به شکل درست نیست. میگه اگر میخوایی نشوی رسوا رنگ جماعت باش. در این محیط کلای پکول میشه، در این محیط پیرانتنبانه که پاچهشان بر بزنی از اون بخیه دارا. بله زیاد بخیه که میزنن، بخیه میزنن، بوتای پسقاد میپوشن، خود دامانای کوپیچه مزاریو که میپوشه، دامانای کوپیچه میپوشن. بنابراین اینمی اینی موضوعات را ببخشن انجینیر صاحب، ما براتان جنبندیش میکنم. از همین چیزا مردم در داخل افغانستان هم خیلی بس تو آمدن و در خارج از افغانستان هم خصوصا در کشورهای مختلف اروپایی تازه افغانایی که رفتن همه قسم لباس ها زیاد می پوشن. یک قسم لباس های می پوشن که متوجه هستین آیسر؟ گفتم یک قسم لباس های یک تعداد می پوشن خصوصا از اروپا به ما عکس روان می کنن، از روی جاده ها می گیرن، از بین این مترو ها عکس می گیرن. کمی افغانای ما امول لباس هایی را که امیر راگیرا در کوچه های کابل می گرفت دمی دور گذشته خصوصا از اون لباس استفاده بله، میکنن بله، بله. که در اونجا مردم بس تو آمده بودن اوجا خود مردم های خارج خود ببینه او چی رقم است. گپا پیشتر یک چیز را گفتین که در هر چیز کمک کردین نکردین. ما اوقدر خودم ما از کیسه خلیفه میبخشم. هر چی که میکنین اما اینجان هزارها نفر دمروی کلگی میگم که اگر کسی بگویه که پول از خارج آمد و یک افغانی زیر موین نجیب خود انداخت، من نام موجی محمد ظاهر صدری انجینر هستم، به مرا دمیدار کچال کنم. واقعیت شبتان میگم پولی که آمده به هدف رسندین، پولی که آمده نه من نگرفتیم، من نگرفتیم بیادر، من در اون کار نبودیم ایچ. من خبر دارم، شما نمره دارین که بیادر اینمی پول به اینمی نمره روان کو، اینمی پول به اینمی آدرس روان کو، به من روان نکو که من نمیگیرم. یه خود کل مردم کل افغانستان خبر داره. تشکر انجینر صاحب. اگر قصه کنیم تا صبح هم قصه ها زیاد است، هنوز از دردای دل خود زیاد نگفتیم. گپا باشه اینمی مسئله ازدواج و ازدواج کردن، اینمی اگر امشب شروعش باشه خود چقدر گپ نیک میشه. ده هر عروسی ما میتونم بیایم اینجا، اگر عروسی گروهی باشه خود چقدر خوب. حتی ما هم دموجه دمون بغلکا میشه ولی چرا نه؟ خدا مهربان است. ها دیگه خو ما پیش میشم شما اقدام کنید. اینقدر تومت کردن پشت موین جان که ما اینا نامزاد شدیم که دشو ما دختر تو دستم چی کار هستم و ما اینا حاجی صاحب قندرو گفتای رسانه ما هم دیگه نی رسانه نی واقعیتش همی است. فرمودیتون درست است، اونا برای خودشون میخواستن یک او یک مارکتینگ علایدگی بود که اونا بر خود گپ میزنن. اگر گپ بزنیم گفتم تا صبح گپا زیاد است. آل بیادر این برنامه چی است فعلا؟ شما چی پلان دارین؟ پلان ماینمیز لالا جان
من نماینده هستم. باید بینیم صدای کل ملت. بله. بامی کل می ملت شریف افغانستان برسانی. همی کسایی که همی قالین دوازده لک دلک که میگیره این ملت چرا ماجر شد؟ از او پیش خود جنگ نبود. از خاطر این قالین بچه ها در بدر شد، نصف در ایران کشته شد، نصف در ترکیه، نصف در درهای اروپا. باید این قالین ها ورداشته شود. او بگر کدام قالین مایران مونده؟ قالین شیربه ها. قالین 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 من ایران ماندم که کدام قالین فروش دل از این سر کدام قالین فروش پرست چه رقم قالین قالین باز یک تعداد مردم ما گله میگن، یک تعداد مردم ما ولور میگن، فرق میکنم. هر کسی از خود یکی چیز داره، رسم انانات دارن. آه امیدر معرفی خوب بکنم. امید هستم از شهر قنیه. شهر قنیه از اندراب هستم. بچه اندراب هستم. مردم اندراب خوب باز بودم میفهمین که نامشان در سرشان است. خب امید جان اول خوشحال شدیم از معرفت با شما. قربانتان شما. امی مثلا اگر نه امارت اسلامی هم در چند روز مدیدم گفتن که اینی گپا تو یا نم و یا نم یا از بین برن. بله. ما دقیق نشدیم، خب فیسبوکی شنیدیم، خدا کنه که گپ درست باشه. بله. این گپ نیکست مگرم این بسیار مربوط میشه به خانواده که بله. دختر خود قرار است که مثل یک جنس بفروشه یا بر از او یک زندگی تازه ایجاد بکنه. این فرق میکنه، مربوط میشه به اون پدر مادر. من 9 سال است در کشور مهاجر هستم. قیمی خیلی همی هموطنهای ما که مهاجر است، دور از فامیل است، دور از وطن هستن، کل نسبی از اینا از همی درد اینمی است. به خدا امی ویدئویی را که امارات اسلامی مانده بودن به باره که امی قالین ورداشته شوه، به خدا کومیندار خواندم، میگه خدا شما را خیر بده. میگه من 3 سال است تا بولمو قالینا پولش خلاص نکردیم. فکر این ملت چقدر درد دیده است، یعنی این کار باید نکنن. خیر خدا خیر بده. امید جان من میگم خیر کدام کس نامزاد شده سر از این ماندن گفته یک دونه قالین 12 متری و قالین 12 متری وطنی بری، چون وطنی قیمت از این 12 متری رو پیسهش پوره کردن نمیتونه. هر جای از خود یک چیز فهمیدم شوخی کردم. خب بسیار تشکر قد میکنیم باز شما بیادر بابا جان. اگه ارزان باشه آدم دو تا سه تا میگیره. امیر روسی من یک دختر پرسان کردم که 15 لک افغانی از او پدرش گرفته بود به اصطلاح تویانه. ما گفتم چرا این کارو میکنی؟ گفت به خاطر از اینکه قیمت باشه که ارزشش شوهر باز بفهمه، اگر ارزان باشه باز بی ارزش میشه برش. میگه برو یکی دیگه میگیرم، یعنی پول زیادم نرفته سرت. ببخشید امی جان، ما کسایی را داریم که دمی شهر قنیه تقریبا 1,14,000 لیر فقط شیربها گرفتن. ما مت اشخاص ها را همینجا داریم، همینجا اشخاص های را داریم که 60,000 70,000 که تا نتا یک آدمی که جوانه که عمر خود میارن در این ملک خوار میکنن، زحمت میکشن. آیا اینا چقدر پیداگر هستن که فهمید یک قدر سر از اینا همین شیربایشان را بالا میبرن؟ یک بس دیگر هم هست در موردی که قلین زیاد باشه. خب اگر قلین یا همون پولی مهری که میگیرن هر چیز زیاد باشه، پول داره 2-3 تا 4 تا میگیره، به پولا جوانا بزن میمونه. خب ایران در نظر باید بگیره. دو تا شوخی کنید. یه ضرب المثلی هست، یه شوخی است بهش که بر نخوره، مثلا کوچک و بزرگ. مگه یکی عروس گرفته بود میخواست از سرعص شبنن که برن از دریا تیر شبن. بعد پدر داماد گفته بود که بچه مکه میره عروس بلا داد پسش، چون ارزان بود پول نداده بود سرش. ای عروس فهمید که والا این گپ انتوریز. بعد عروس گفته او والا به شوهرش گفته یک چیز یادم رفته خانه پدرم. گفته چی؟ گفته والا من طلا ملا داشتم یادم رفته. گفته بعد برگردیم دوباره برگشتن خانه پدر، گفت تا اینکه پول ندی من دیگه نمیرم. که تو وقتی پول داد بابا عروس آمد تو زمون لب دریا دوباره سر زد، گفت بچه‌م بالا داد پش عروس هم که امریکا عروس نبیفته که ضرر نکنه. پیسه زیاد رفته سرش. نیرمی جا یک چیز میگفتم بیخی یادم رفت. خیر باشه. بیاین که ساچه ما و شما بخیر. عکس کی میگیره؟ یک قطک بی بیاجی است پیش ما به اجازه کلتان. بی بیاجی باز پرسان میکنه. بگیرین بیادر عکس ما را. رقم مولود میشه.
بنجا بنجا يا بقال شيء صار Oh, yeah.